و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مقدمت هم تولد سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام را تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند عیدی ما را از وجود مقدس این امام، فهم معارف این خانواده و توجه به فاصله معارف این خانواده با بقیه انسانها و رقبای این قرار بده. خود جریان زندگی حضرت امام رضا علیه السلام یه نمونه خوبی است که ببین امام چطوری مواظب است که نفاق رنگ خودش رو به دین نزنه. میدونین که مأمون یه نقشه‌ای کشیده بود که این شعور جامعه را که رسیده بودن اون چه در خانواده پیامبر است یه چیز دیگه است، اینو از بین ببره. شکل کارم اول اینجوری طرح کرد، حالا موفق نشد. اصل کار این بود که امامو میاره در طوس، بعد خلیفش میکنه، یعنی اصلا بنا نبود امام ولی عهد بشن. این مرحله دوم قضیه بود. گفت امام رو میاریم میذاریم رأس کار، مافیای قدرت هم که دست بنی العباس بود، عملا یک دکوری به نام خلیفه از خانواده پیامبر تا یه چیزه به مردم حال کنیم که ببینین اینام تافته جدا بافته نیست. چرا؟ چون یه چیزی که هر کس بشینه فکر بکنه بالاخره به ذهنش میاد و اون این که این خانواده علمشون مثل بقیه دانشمندان بشریه فقط یه خورده بالاتر است، یا اصلا علمشون سنخش کلن از سنخ علمای بشری که فکر میکنند و مطالعه میکنند و بحث میکنند جداست. اولین باید حل بشه که مبناهن اینا دوتاند. اگه 100,000 تا ارسطو و افلاطون و سقراط و فلوتینا و آگوستینوس و اکوناس رو جمع کنیم، از این ور اینکه ابن سینا و سهروردی هم مثال نمیزن، چون ابن سینا و سهروردی با وحی نزدیک شدن، ولی از داره فکری همه اینا رو جمع کنیم چقدر از علم پیامبری پیششونه؟ این مشکل ماست که خط نفاق نگذاش بشر بفهمد اصلا اینا دو تا علم هست. شما ببینید پیامبر با فکر که این علمشو به دست نیورده است، اگه با فکر به دست بیاد به اندازه فکرم به دست میاد. پس چقدر ارسطو داناست اونقدر که فکر کرده است، چقدر نادانه اونقدر که فکر نکرده است. اما پیامبر چقدر داناست؟ اونقدری که خدا برای حیات بشر و هدایت بشر دانایی بهش داده است. اینا اصلا اولا یکیش را خدا میده و جنسش غیر جنس فکریست، دوم این که خدا میده از سنخ این نیست که شما به اندازه‌ای که فکر کردیم بهتون میده، به اندازه‌ای که بشر احتیاج داره بهش میده. یعنی تمام اون چه انسان‌ها تا آخر حیاتشون نیاز دارن در تک تک این خانواده است. خب وقتی اینا نشستیم با مبانی در یه فرهنگی حل کردیم، شیعه هنرش ده که نشسته نه حل کرده. شیعه میفهمه که این خانواده اولا علمشون چه علمیست، علم سقراط و افلاطون و ارسطو نیست. این که اینا رو مثال میزنم منظورم اصلا یه ذره نقش منفی برای اینا نیست، چاره نیست. مثل اینکه
صد هزاران گوشها گر صف زنن جمله مشتاقان چشم روشنن. یه میلیون چشم چقدر میبینه؟ یه میلیون گوش؟ هیچی. حالا یکی میگه آقا شما داری به گوش توهین میکنی، اصلا این حرفا نی. دو سنخ هست. خب شیعه، و حالا من میگم شیعه به جهت این 7-8 قرن اخیر، نه، از صدر اسلام این مسئله بود که این خانواده یه علم خاص دارن، بالا پای میرفت. یعنی یه مرتبه جامعه خیلی به این مسئله گرایش پیدا میکرد، یه زمانی که در زمان خلفای عباسی به خصوص مأمون، به ادله ای، یکیش به ادله این که تمام پایگاه مأمون تو ایرانه، اصلا تمام لشکریانش، یعنی نیروهای لشکری یا کشوری چی هم ایرانی هم. اون روحیه ایران، حساسیت ایرانی ها به اهل البیت از صدر اول اسلام در خود مدینه، خواهی نخواهی این توجه رو در کل حوزه اسلامی بیشتر کرده بود که علم این خانواده یه علم دیگه است. علم این خانواده اولا غیبی و لدنی، ثانیاً همه جانبه و همه بعدی است. مثلا جنس علم اهل البیت، یعنی در تمام ابعاد شخص و جامعه و در همه مراحلش. مثال بزنم، شما تمام مسائلی که ما نیاز داریم، چه مسائل اقتصادی، چه مسائل اجتماعی، چه عاطفی، چه شخصی، چه فردی، چه خواب، چه بیداری، چه ازدواج، چه غیر ازدواج، همه اینا رو دین نظر داده است. تازه تو هر کدومشن تمام مراحلش نظر داره. شما میخوای ازدواج کنی در شرایط عادی، محدودیت های دینی و کمالات دینی رو گفتم. یه انسان خیلی متدینم میخواد ازدواج کنه، افقاشا براش روشن کنه. میام تو مسائل اجتماعی، هر جامعه ای در هر سطحی اون سطح دینی براش مطرح است. حالا اینا شما حساب کنید، این نگاه به دین نگاهی است که جامعه اسلامی متوجه شده بود. مأمون دید که اینا چطور زیرش بزنه، با زور اومدن سر کار، کارم دست گرفتن، قاضی رسمی دارن، واعظ رسمی دارن، اما دلا یه جای دیگه است. دلا یه چیزی فهمیده است که نمیتونن اینا چه کارش کنن. دلا فهمیده است علم این خانواده از سنخ علم این قاضی و ابو حنیفه و مالک و اینا نیست. اینجاست که اومد گفت اصلا یه کاری میکنن مردم فکر کنن اینم مثل همه است. امام را اینجوری آورد که بگید علم امامم مثل علم همه است. امامم یه دانشمند است. یکی از من شنیدن مناظره با دانشمندا ترتیب میداد، انرژی زیادی صرف کردن که یه مسئله رو حل کنن. اگه مسئله اون روز از نظر مأمون حل شده بود، دیگه برای همیشه مشکل نفاق حل بود. مشکل نفاق اینه که کلی تلاش میکنه اسلام را اونجور که خودش میخواه معرفی کنه، سیره اهل البیت یه مرتبه با یه اشاره روشن میکنه که کل اینا که اینا میگن کاری به اسلام نداره. میگه شما ساده میگذرید که بعد از یه مدتی به قول صاحب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، میگه عمر مجبور شد که به اندازه 70 بار در طول عمرش گفت که چی؟ لالا علیون لحلکن عمر. نقطه فکر کنید، عمر ادعا داره، حرف داره، فکر داره، صحابی پیغمبره، برای خودش تئوری داره. میگن آقا حی علی خیر العمل نگید، اینجا نمیدونم متعه رو نکنید، یعنی فکر میکنه کاری برای نظام اسلامی به عهدش. مثلا چندس مثلا پیامبر یه سنتی دارن، یه مبنایی، اینا برای خودش اینقدر صاحب نظره. اون وقت نظریه میداد حضرت با یک روش عالمانه یا حکیمانه حالی ملت میکردن که آقا ایشون اصلا به کل وارونه کرده است مسئله را، به کل نمیدونه. یه مرتبه هست که دیگه هیچ چاره ای نداره، اینجا بود که دوباره گفت لالا علیون لحلک العمر. شما روی این فکر کنید که امیرالمومنین چه هنری داره که نمیذاره اسلام این خانواده
کنار اسلام بقیه دانشمندانی که علمشون از این خانواده نگرفتن بیاد. اهل البیت ما، اهل البیت پیامبر یعنی ائمه ما، یه هنرشون بوده که نگذاشتن که خط اصلی از خط با خط نفاق قاطی بشه. رقیب اینا اصلا کارشون این بوده که حالا که نمیتونیم اینا رو حذف کنیم، اون بحثی که پارسال کردیم هم جدا داشته باشید، حالا هم که نتونستن بناشو یکی جمعی بود که در صدای اسلام نماهای مدعی زیاد صدای اهل البیت گم شد که پارسال این بحث رو کردیم. یه نقشه هاشون هم این بود که نه بگن با این هم یه اسلامیست مثل بقیه. خب وقتی امام گفت به جد دیدن اینجا جاشه، گفتن نه خلافت نه. با اون بحثای طولانی که خودتون مستحضرین و دقیقاً هم در کتابای تاریخ برین دانه دانه بخونین، سطح به سطح اینا باید دقیق خونده بشه. بعد که گفت به پیشنهاد ولایت عهدی کرد، امام باز گفتن نه، که چیزی داره مسئله. گفت که آقا امام خیلی حالش گرفتن، گفتن خب این که تو میخوایی ببخشی مالته یا مالت نیست؟ اگه مالته که خدا برای تو مقرر کرده، چرا میخوایی ببخشی؟ اگه مالت نیست، چیزی که مالت نیست چی میخوایی ببخشی؟ عصبانش گفت شما از رفتار نرم من نسبت به خودتون سوء استفاده میکنی، اگه نپذیرید خلاصه من عصبانی میشم. امام فرمودن جمله رو نگاه کن، چون ما مأمور نیستیم، یا اینجور، چون من مأمور نیستم این شکلی خودم رو بکشتم بدم، حالا که زورست باشی. رسون نامعجزه است، رسوندن جریان در خطی که پس مردم بدانید قاطی نشد، ما را به زور میگه. خب دیگه حالا اینجا بیچاره مأمون چیکار کنه؟ اگه بگید خب پس ولش کن، که همه ادعاش از مدینه دادش در اومده که آقا ما میخوایم ایشنا بیاریم تو سیستم خودمون، اگه بپذیره نتیجه نمیگیره. مگه بنا همین نیست که اهل البیت یه کاری کنن که دشمن نقشه های نفاقش محقق نشه؟ اینه که میگون بحث کردیم به حمدالله. ما تو بحث کربلا مبارزه با پوچی ها یه نکته ای که اهل البیت یادمون دادند و ما هم روش تاکید داشتیم، این که اصلا در روش این خانواده شکست معنا نمیده. به چه معنی منظورمه؟ یعنی که دشمن به اون چه برنامه ریخته است برسید. ما یه ذره، خدا میدوند این انقلاب که برای ما خیلی ارزش داره، چون یه ذره بوی اهل البیت میده. شما دیدی تو این جنگ درست غیر این که شد اونا میخواستن، درست همه اون چه ما میخواستیم نشد، برای این که ما همیشه علیه السلام نبودیم، ما اونجور که امام میخواستن نشدیم، اما انصافا اونجوری هم که دشمن میخواست نتیجه نگرفت. دشمن میخواست انقلاب نمانه، دشمن میخواست تا وسط تهران بیاد. دشمن هم این یه قاعده است آقا، حالا بابش رو باز نمیتونیم بکنیم. این روش اهل البیت ظاهرش هیچ نمایش ندارد، ولی باطنش سراسر موفقیت. بالاخره حالا دوباره معلوم شد خط اهل البیت یه خط نورانی معنوی خاصه، خط خلیفه دانشمند با سوادی به نام مأمون هم خط جدا. محققین میگن، علامه هلی هم میفرماد، آقای مطهری هم تایید میکنن که مأمون دانشمندترین خلیفه اسلامی و بل دانشمندترین حاکم دنیا میشه حسابش کرد. یعنی اگه تمام حاکمای دنیا را اندیششون را بررسی کنیم، شاید به اندازه اندیشه مأمون عمیق و باسواد نیست. حالا اینا ببین، امام وقتی در جبهه مأمون موفق شد، دیگه شما دلواپس نیستی. همیشه در مقابل ائمه سخت‌ترین جبهه ها را خدا ایجاد می‌کرده است تا تمام تاریخ بشر بتونه تغذیه کنه از اینها. من همینقدر بیشتر نمیخوام بگم، ولی دوباره این بحثا دلم میخواد تأکید بکنید شما که اگر ائمه فرهنگشون اومده بود سر کار، یعنی در زمان پیامبر که خب میدونید تأسیس اسلام است،
تأسیس مثل زمان امام رحمت الله علیه، یعنی نهایتاً این چهار دیواری فعلا پا بگیره. بعد امید پیامبر به این بود که آرام آرام این چهار دیواری با فرهنگ اهل البیت به شکوفایی برسه. دشمنم بدانید خیلی زودتر، او وقتی که امیرالمومنین تو کوچه های مکه را میرفت برای علی نقشه کشیده بود که اینا نگذره سر کار بیاد، اینا وقت میخواد روش بحث بشه. چون دشمن یه چیزا خوب میفهمید، دشمن که میگیم یعنی اون که میدونه این نوع فکر مزاحم همه حیاتشه. ببینید همین خلیفه عباسی چقدر کتاب یونانی ترجمه کرد، همین مأمون چقدر به دانشمندان یهود و نصارا و یونانی و مجوس امکان فعالیت داد، برای که اون نوع اسلام خلیفه عباسی با اون نوع فکر یونانی و مجوسی و زردشتی یهودی و مسیح تضاد نداره. همین مثال باز بزنیم، شما خودتون دیدین تو آمریکا مثلا یا تو روس، توی مثلا انگلستان یا توی مثلا فرانسه، حزب یه حزب که بیاد رو کار حیات اون حزب به خطر نمیفته، چون یه سنخن. حالا جمهوری خواها بیان رو کار، جمهوری خواها طور نیستن که ملاکاشون نفی مطلق دموکرات ها باشه، همونه یخته بزن. حالا عداش یخته فرق میکنه، اونا با پنبه به اصطلاح خودش، اونا با پنبه میخوان سر ببرن، اونا میخوان با شمشیر سر ببرن، یعنی در اینکه میخوان سر ببرن اینکه فرق نمیکنه، هر دوشون میخوان ملت شرق رو سر ببرن. برای همین دیدین چقدر راحت کنار میان. عیناً مثلا حزب مثلا پارلمان انگلستان، کارگرا نمیدونم لوردا، فرق نمیکنه. دو تا جریانن که همون میتونن که تحمل کنن. چرا این بیاد سر کار نفی شخصیت مطلق اون نیست. اما به من بگو ببینم که اگر امیرالمومنین بیاد سر کار با محور امیرالمومنین، برای ابو سفیان که هیچی، برای طلحه و زبیر هم دیگه جا نمیمونه. طلحه و زبیری که در تأسیس اسلام جا دارن، شمشیر زدن برای اسلام، حالا در شکوفایی اسلام معلوم میشه هیچی هم. خب حالا اینا چه کار میکنن؟ اینا اجازه میدن که علی بیاد سر کار؟ چرا اجازه نمیدن؟ برای اینکه بود علی علیه السلام مساویس با نبود طلحه، حالا من بحث نبود اموی، نبود عباسی، جد عباسی بعد اومد، امام صادق بودش مساوی با نبود منصور دوانقی. خب نتیجه چی؟ نتیجه این که شما میبینین باید از نظر اونا امام بکل نباشه. چرا نباشه؟ برای اینکه مدیریت امام یه مدیریتی است که تمام اون مدیریت رو رسوا میکنه. ببینید یه وقت مثلا ما میخوایم مشکل کار جوانا رو حل کنیم، یه وقت بگیم آقای کارشناسی که از فرانسه اومدی شما چی میگی؟ یه نظریه میده. آقای کارشناسی که از انگلستان اومدی شما چی میگی؟ این نظر مخالفه این میده، ولی دوتاشون یه نظره. تو که از آمریکا اومدی چی؟ این هر سه تا یه فرهنگه، هرچند که روش ها فرق میکنه. یه وقت شما شرایط رو فراهم میکنین که نظر اسلام به جامعیت بیاد به میدون. اینجاست که این کارشناسا سه تاشون میبینن اگه این نظر اسلام بیاد به میدون، این سه تا یعنی هیچ. حالا فقط این ستا یعنی چیه؟ تمام دستگاه و نظامی که اینا را کارشناس کرده میشن هیچ میذارن. این میفهمه که این نظر یعنی چه، که به شما میگم خدا میذاره قبول کنید 1400 سال در نفاقی. شما همه حالا اصلا بندهی بی سواد جرأت میکنم مثلا بگم که نظر اسلام برای رفع بیکاری چیه؟ نه همیشه بلدم، نه اصلا آمادگی جامعه هست که اون چه بلدی بگوی. تازه اصلا میگه جامعه میتونه بگیره. اولین حرف مثلا بخوای بگو آقا انسان خلیفت الله هست، پس باید بر اساس خلیفت اللهی انسان جامعه را برنامه ریزی کنین، تو این جامعه این انسان
اساسا هم جا خودش آوا میکنه برای کار، هم جا بقیه را، بقیه هم جا این آوا میکنن و چیزی به نام بیکاری اصلا معنا نمیده. یه کود کوچولو بدون میدم، شما بگو 150 سال پیش از این تو همین کشور شیعه نیمبند پدیده‌ای به نام بیکاری بوده یا نبوده؟ شاید قبول دارم، شاید بگون تکنیک که اومد کار زیادی را یه ماشین انجام داد، بنابراین طبیعی حضور تکنیک بیکاریست، از شما میپذیرم. اما دو تا سوال دارم. اولا این تکنیک با فرهنگ این که بقیه را حس کنه، کار بیشتر خودش بکنه، پول بیشتر گیرش بیاد، مگه نیمه؟ میدونیم که پشت تکنیک یه فرهنگ خوابیده. ثانیه، این تکنیک که اومد اگه در فرهنگی بود که اجازه میداد که بقیه هم حیات داشته باشن، طوری عمل میکرد که بقیه دیگه کنار این تکنیک باشن یا حس بشن. شما میدونیم که فقهای ما بعضا اعتقادش اینه که تکنیک نمیتونه مال شخص باشه. خود شهید مطهری اینا نظرش اینه که این ماشین کمباین هرگز نمیتونه مال شخص باشه. چرا؟ برای این که این حامل هزاران علم دانشمنداست، اینا رو اصلا با پول نمیشه خرید و فروش کرد. ببینید مثال میخوام بزنم، اصلا نمیخوام وارد بشم. اولین مسئله اینه که شما خواستگاهی که باعث میشه این همه بیکاری پیدا بشه رو باید در یه جای دیگه پیدا کنی. یه نوع نگاه به انسان به وجود اومد که بعدش هم تکنیک به وجود اومد، تمامیت خواهی به وجود اومد، وقت بیکاری به وجود اومد. حالا شما بفرمان وقتی با یک کمباین میشه راست هزار تا کشاورز تو یک ما کار کرد، یعنی اگه یکی یه پولی داشته باشه هزار تا کشاورز رو بیکار میکنه. خب حالا بخواهیم چه کار کنی؟ اول بحث شد یا نه؟ چقدر بحث میخوادی؟ تو این نظام مدرنیته هرگز این مسئله حل نمیشه. یه راه فقط براش پیدا کردن که به بیکارا یه حقوق بیکاری بدن که روزی دو بار ساندویچ بخورن نمیرن. یه طوری اینا فکر کردن. ما معتقدیم اصلا نگاه به انسان در نظام علوی طوریست که ابو سفیان خوب میفهمه که این چقدر خطرناکش براش. شما خودت میدونی اوموی ها ابو سفیان اینا اصلا کنار نیمدن با پیامبر. بعد بنی العباس که میخواست با اهل البیت کنار بیاد، کشداری که بنی العباس با اهل البیت کرد اوموی ها نکردن. چرا؟ باز اوموی و عباسی نداره، حدا یه سازمان هم یه فکری هم غیر فکر اهل البیت. این فکر اهل البیت اگه اجازه بدن شکل بگیره که دیگه نمیمونه. میدونم تمام بحثم مبهمه، غیر ملموسه، برای اینکه ببینید من کجا گیر کردم، مجبورم مثال بزنم، فقط افق رو باز کنم. من یه مثال برای خود جمهوری اسلامی میزنم با تاکید همون نکته اصلی. ابو سفیان چی میبینه؟ چرا دموکرات ها میتونن جمهوری خواه را تحمل کنن؟ هیچ وقت دموکرات ها که اومدن سرکان بنا نگذاشتن زیر بنای کارشون نابودی مطلق رقیبشون باشه. نه اصلا نیاز نداشتن. ولی چرا هر وقت اوموی اومد بعدش عباسی اومد بناشونی بود اونچنان در حصارو به اصطلاح فریزر کردن و بلوکه کردن اهل البیت تلاش کنن که تا اینا رو خلاص نکنن اصلا نمیتونه اصلا نفس بکشن. متوکل میگه پدر منو در آورد از امام، حالا به تعبیر خودش. چرا؟ دوباره برگردیم به همون بحث تا مثالم روشن کنم. ابو سفیان میبینه که اینجور که اینا برنامه ریزی کردن این هیچی دیگه براش نمونه. اون میفهمه که این برنامه چقدر برای این خلاص کننده است. ما متاسفانه یه مشکلی داریم که اصلا فرهنگ غرب را با نگاه اسلام میبینیم، اسلام را با فرهنگ غرب میبینیم. اینه که اصلا نمیدونیم این دوتا یک تضادهای مبنایی دارن. ولی آمریکا که میفهمه. این که شما از خودتون حتما این سوال دارید چیه؟ چرا؟ آخه مگه ما چه فرقی با سوریه میکنیم؟ مگه اسد انقلاب نکرد؟ مگه انقلاب ضد آمریکایی نبود؟ مگه معمر القذافی انقلاب نکرده؟ مگه ضد آمریکایی نیست؟ ولی چی کاره؟ دین دعواشون در چه حده؟ دعواهای معمر القذافی با آمریکا در حد دعوای جمهوری خواست با دموکرات ها.
حالا مثلا فوقش، حالا چون بناس امسال مثلا آقای مثلا کشور لیبی بشه مسئول سازمان هیئت کل بس با مجمع عمومی سازمان ملل، آمریکا گفت من نمیذارم. دعوا رو نگاه کن، اما برخوردی که آمریکا با لیبی یا با حافظ اسد در قبل کرد، همون برخوردی است که با انقلاب اسلامی کرده است. خودتون میدونی میگه، اون میگه که انقلاب اسلامی به کل باید نباشد مطلقا. خود حرف این گریسته کینه میگه که چی؟ میگه ما خوشحالیم که یه عده‌ای آمدن سر کار در ایران که طرف که ولایت فقیهی که در طبس آمریکا را شکست داد دفع کنند. اون خوب میفهمه که انقلاب اسلامی یعنی چی. برای همینم بناس کلش نباشه، اما اسد دیدین اینقدر بوده، بعدم حالا این پسرش اومده. آره خیلی تضاد ها تضادایی نیست، چرا حیات آمریکا به این سال حرف همینه. فرهنگ انقلاب اسلامی چون یه ذره بوی فرهنگ اهل البیت میده، ببینیم تمام موجودیت جهان قبل درگیرش است، یا این نباید باشد یا اون. حالا میفهمی؟ من خودم نمیفهمم، خودم نده دارم قوت میخوام به روحم بدم. میفهمیم که اگر فرهنگ اهل البیت بیاد سر کار یعنی چه؟ تو جلسه تفسیر عرض کردم که میفرماد اگر که ملک حضرت سلیمان یه ملکی میخواد که به هیچ کس از اهل قدرت نداده است، یعنی یه ملکی که تمام کارا بر اساس فرهنگ روحانی حل بشه، اگه بر اساس فرهنگ روحانی دین حل بشه دیگه مثل فرعونه. فرعون خیلی قویه، نگاه کنین قدرتش ها، اما سلیمان یه فرعون قوی تر است یا اصلا جن و شیطان رو در قبضه گرفته است، باد رو در قبضه گرفته است. حالا فرهنگ اهل البیت مقداریش فرهنگ سلیمانی هست یا نیست؟ اگه بذارن این بیاد دیگه مأمون میتونه بمونه. ببین ما یه گم شده ای داریم که گمش کرده، گم کردنش هم گم کرده، خدا میدونه چیه علم مشکلش اینه. فقط میدونه یه چیزی گم شده است، آن نمیدونه چی گم شده، یه ذره میدونه گم شده است، گم شده است، گم شدنش هم گم شده است. یه خبر کوچیک دارد از این که انگار میدونه که گم شده است. خب اینا حالا شما به من بگوید خب اگه مثلا ما به تو 50 ساعت وقت بدیم، تو میتونی برای ما روشن کنی که این فرهنگ شیعه که گم شده چیه؟ نه. اگه بگوی که میشه که آروم آروم بفهمیم این گم شده یه خصوصیات خاصی داشته است، یه کدای خاصی داشته است، بعد بیان این کدا رو پیدا کنیم بذاریم، وقتی اینا شروع شد متوجه میشیم یه سری چیز دیگه باید شروع بشه، آروم آروم میفهمیم که عجب این چیزی که از دست رفته بود و ابو سفیان خوب میفهمید چطوری حذفش کنه خیلی کار ازش میاد. شیعه گاهی یک ذره شیعه است، این همه کار ازش میاد، یه ذره شیعه است. بخیر انصافا ما خودمون چقدر شیعه ایم، چقدر فاصله داریم با ارسطو و افلاطون و سقراط و هیوم و جان ژاک روسو، چقدر فاصله. ما اکثرا در و دیوار فکرمون مونتسکیو و جان ژاک روسو و جان لاک ساختن، تمام این کتابه که ما تو دبیرستان میخونیم مال اوناست. روایت یا آقای اول انقلاب اومده بود یه کتاب نوشته بود، دکترای تعلیم و تربیت از آمریکا داشت، یه کتاب نوشته بود پر روایت، پر روایت، اما جزء نهضت آزادی هم بود. بعد همه این روایت رو برده بود در خدمت کتابهای علمای تعلیم و تربیت غربی، یعنی در واقع قرآن و روایات ما شده بود مؤید اونا. خب حالا اگه ما حرف این آقا رو عمل می کردیم غربی تر می شدیم یا شیعه تر؟ یعنی عملا این اومده بود بگه ببینید نا چه شما می خواهیم هم را که اونا می گن. پس بیشتر غربی می شدیم. درسته بگه خیلی فاصله است بین فکر جان ژاک روسو. جان ژاک روسو می دونید یکی از علمای بزرگ تعلیم و تربیت دنیا است دیگه، کتاب امیلش مشهور است تو دنیا. ولی اون کجا؟
وجدانی که اون میگه به قول آیت الله مصباح نکته دقیقی ایشون میفرماد این وجدانی که این میگه روبروی دینه که الان یکی از همین روشنفکرها یک کتاب الان نوشته به نام وجدان، دقیقا در هم راستا. شما اگه این کتابا بخونین آقای جامعه شناس میخواد بگه دین میخوایم چه کار، نماز و روزه میخوایم چه کار، وجدان. یعنی حرف ژان ژاک روسو اومده امروز به زبان این آقا تو کتابش هست، نگاه کنید دیگه. خب حالا شما میگین وجدان، وجدان شما یعنی فطرت ناخودآگاه. وقتی شما میگین وجدان یعنی فطرت، فطرت مذکر دین است، وجدان روبروی دین است، خودش دین است. وجدانی که اونا حالا چیا ترجمه کردن، چه میدونم چیا ترجمه کردن، برای ما صد سال اخیر وجدانی که ترجمه کردن از قول ژان ژاک روسو منظور من است و این آقام نوشته است. خب بحث حضرت امام رضا اینجا بود که نگذاشتن دوباره این قاطی بشید. ائمه ما در طول حیاتشون مواظب بودن این خط تا به ما برسونن که من و شما امرو بشینیم بفهمیم خیلی عمیق است، هیچی هم نمیدونیم، ولی این شروع کاره. تأکید میکنم برای همین دشمنتون میفهمه که اگه بذارید این جمهوری اسلامی با فرهنگ اهل بیت شکل بگیره چه بلایی سرشون میاد. یه جمله ای سفیر انگلستان در مصر داره، میگه اگه بذارید نهضت اسلامی به روش سید جمال میدونید که به احتمال زیاد شیعه است، در حدی که خب شاگرد شیخ انصاری بوده، حتی اگه ما بپذیریم، من خودم نمیپذیرم، بپذیریم نظر مخالفای خودمونم، اونا هم قبول دارن که سخت تحت تأثیر شیعه است. حالا شما حساب کنید سفیر انگلستان در مصر نامه ای داره به خود دربار مصر که اگه به این سید اجازه بدید و جلوش رو نگیرید تمام ما باید بریم در قدس زندگی کنیم. بریم بخونیم تو کتاب شبهای پیشاور، الان یادم هست تو چند جا جا که هست، تو خود اون سید جمال که آقای صدر واثقی هم نوشته هست، اصلا تو زندگی نام این کتاب این سند هم داره، خیلی هم خوبه. این چی نفهمه؟ یعنی چرا الان وقتی که یه سری روشن فکر دلسوز مردم دوست میان سر کار، آمریکا نمیترسید؟ سفیر انگلستان هم مطمئن باشی نمیترسید. اما چرا یه عده یه آخوند یه لقوا که میاد یه سری چیزا میگه اونا میترسن؟ ببینید بحث ترس مسخره میکنه دیگه. به دوارد میکنم خیلی جب راست مسوء کردن که آدم نتونه بگه بابا از همون طریق که دارن روحانیت رو میزنن همین طریق بر حیات جامعه شما، راز ماندگاری شما رو اونا میشناسند و دارن میزنن. اونا یه جور عمیق میدونن، میدونن این فرهنگ اهل البیت فرهنگی است که اینا هیچی برشون نمونه. راست راستی خب تشخیص داده که باید بره تو قدس زندگی کنه. امام رضا اینو برای ما گذاشتن. چقدر خیلی، چقدرش به ما رسیدش؟ خیلی بیرنگ، خیلی بیرنگ. خیلی وقت دینا رو این گرفتم، هنوزم حرف داشتیم اما روش خودتون فکر بفرمایید، مطالعه هم بکنید. بحث پارسالمون هم راجع به حضرت امام رضا، دو جلسه ما پارسال بحث کردیم، اون بحث انشاءالله مفید میتونه باشه. در رابطه با بحث نفاق بحثمون به اینجا رسید که اگر فرهنگ نفاق رو بشناسیم تعادل پیدا میکنیم، و اگر فرهنگ نفاق، دوباره یاد از زمان بیان، نفاق یعنی صورت مذهب باطن کفر، پس نفاق یا با افراط در مذهب میاد یا در تفرید، در تعادل نمیاد. اگه فرهنگ نفاق رو بشناسیم به لطف و کرم خداوندی در تعادل قرار میگیریم. نفاق چه کار میکنه؟ اون چه یه کلمه همین کار رو بکنه کار تمامه. اون چه خیلی جدیست ساده ازش رد میشه، اون چه خیلی ساده است خیلی جدی میکنه. حتی در این حق شما میبینید که صدر اسلام مثلا ناخون گرفتن، خدا رحمت کنه شهید مطهری، اینا رو دارن تو کتابشون، میگن یه مرتبه دیدید که برای ناخون گرفتن روز جمعه خضاب کردن مو اینقدر تأکید میکردن، آقا واجب از سنت پیامبر است، خیلی مهم است.
یعنی شما می‌بینید اینقدر مقید مثلا خلیفه و خودش و بقیه همچی مقیدن که این کارو بشه. ولی بحث حضور قلب، عالم ملکوت، اینا که تو فرهنگ اهل بیت هیچ یا خیلی کم. خب حالا ببینید تعادل رفع از دست. میگه اگه فرهنگ نفاق و شناختی در تعادل قرار میگیری، در تعادل قرار میگیری، یعنی چه؟ یعنی اون چه که باید خیلی روش بمونید میمونید، اون چه که باید کم روش بمونید خب کم روش میمونید. وقتی که میاد خضاب را میگه، همه روایت را میگه، حالا شما چه کار میکنید؟ دروغه یا راسته این حرفاش؟ اونه که همه راسته، اما میخوای هم یقه خود دوباره کنید هم یقه اونا. چرا؟ چون میدین آخه اینکه همه اسلام نیست، نمیدونی هم چه کار کنی. اگر اون بابا اینا رو ضبط کن، میگه آقا به این سند و سند معتبر حضرت فرمودن، آدم میگه راسته، نمیشه بگم ضبط کن. ولی میاد تمام در و دیوار فکر جامعه را این میگیره. چون حالا اینا را یه مورد دو مورد نیست که خودتون التفات دارید. میگه اولین نکته ای که در بحث نفاق باید مواظب باشین، این عمده کردن چیزی که عمده نیست و خارج کردن از اهمیت چیزی که با اهمیته. حتی این خوب باز دوباره دقت کنید، حتی چون حضرت فرمودن قد اعدو لکل حق باطلا و لکل قائم موئلا و لکل حی قاتلا، نفاق برای هر چهره حقی یه باطل شبیه حق میذاره. حالا ریزکاری ها این کار رو کردن یا نه؟ حتی ممکن است منافق سراغ یک جریان خوب بره، ولی مواظب باش ببین میخواهد یک جریان خوبتر را بزنند. مثال میزنم، حتی شما ممکن است میبینید که سراغ ابن سینا میره. ابن سینا غیره معتزله است. ابن سینا بنا به قول فنلخوری سنی میگه نه این شیعه است، میگه این حرفه حرفای شیعه است. ابن سینا را ممکن است بیارید وسط که اهل بیت بزنید. ابن سینا که چیز بدی نیست، چون حواستون هستن. گاهی مرتبه یه چیزایی که شما خود روش تاکید میکردی یه زمانی، خب حالا اینا میارن، ولی حواستون باشه این اینا میاره که اون چیزی که تو تاکید بیشتر میکردی یادت بذاره بره. شما اینجا مواظب، نه به ابن سینا بگو نه، و نه با ابن سینا از اهل بیت غافل شو. الانه یه مرتبه جوان شما را هی تبلیغ، آقا بیان مثنوی بخونید، بیان آقا فلسفه بخونید. خب اما جا چی این سوال شماست. اگه نه مثنوی به قول امام رحمت الله علیه تفسیر قرآن ملا جلال الدین بلخیه، اما اون اینجوری به شما ارائه نمیده. یه جا دیگه اینم مفصل تر، چون آیاتی داریم که به کمک ما میکنه، بحث میکنم. میفرماد که اگر دیدی منافق سراغ خوب رفت، مواظب باش گاهی میخواد خوب تره بزنید. این دیگه هوشیار میخواد. حالا ممکن است بگو این بحثایی که این چند جلسه کردیم، انصافا قرآن کمک ما نمی کنه که ما نفاق بشناسیم. اگه شما نفاق به لطف الهی شناختیم و بعدم بعد دون اومد از نفاق، اون وقت میبینید چه بصیرت های خدا جلو دون میذاره. شما که موظفید به نور قرآن نفاق رو بشناسید، یک. دو، مواظب باشید با منافق رفیق نباشید. بعد اون آقا یکی میگه آقا بد کاری میکنی که تو با بیگان دوستی، یه وقت است یکی میگه داره چه اشکال داره، یعنی حالا که نتونست ثابت کنید که با بیگان دوست نیست، میگن میگه چه اشکال داره، یعنی تنفر شما رو از نفاق کم میکنه. قرآن دو تا کمک به شما میکنه. حالا آیات رو میخونیم. اولا یه منافق کد میده، میگه ببین اینا عادت و متد نفاق هست. بعد میگه یادت باشه منافق و کافر در جهنمه. بعد میگه که اگه با منافق نزدیک شدی اذن مثل هم، این همونی، یعنی اگر متنفر از نفاق نشدی شوخی بردار است مثل همونی. آیات 136 سوره نساء را به بعد
آیه 136 و 137 تا 141 یه مرور سریع روش میکنیم. میفرماد ان الذين امنوا، وعده داده بودن باز این نکته رو عرض کنم. ببینید میگه یه سری منافقن اینجوریه، منافق ان الذين امنوا مؤمن شده است، ثم کفر، بعد فضا جدید شده است، بدین شده، ثم امنوا، فضا دینی شده است، مؤمن شده، ثم کفر، دوباره فضا انگار یخت حزب الله نیست، بدین شده، ثم اذا ثم ازداد و کفر، حالا دیگه خیلی بدین میشه، بعد که میگه ثم کفرو، بعد میگه حالا دیگه تجسم کفر میشه. میگه پیغمبر این خصوصیات خصوصیاتی است که لم یکن الله لیغفر له، دیگه با این خصوصیات این دیگه هیچ رحمت و غفرانی از طرف خدا بهش نمیرسه، ولا لیهدیهم سبیلا، دیگه این راهی به سوی کمال حقیقت دیگه توش نیست. خب حالا بعد که خود این آیه را آیات دیگه روشن میکنه من بحث بیشتر میکنم. بعد میفرماد که بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، به منافقا خبر بده که دیگه عذاب سختی بید براتون هست. الذین، بعد میگه که اینا خصوصیتشون چیست؟ الذین یتخذون الکافرین اولیا من دون المؤمنین، مؤمن نمیذارن کنار، حزب الله یارا مسخره میکنند، کیا را براشون ارزش قائلن؟ کافرین را. بعد خود قرآن نگاه، ایب تقون اندهم العزه، آیا اینا عزت و شرافت و بزرگی را از کفار میخواد؟ فان العزت لله جمیعا، کل عزت پیش خداست. شما روانکاوی به این قشنگی کجا گیر میاریم؟ ببینید ناخون زده است، داره میگه این که بچه حزب الله یه را مسخره میکنه، میخواد از طریق نزدیک شدن به فرهنگ کفر عزت بگیره. بعد میگه که پیغمبر اینا هیچ نتیجه نمیگیرن از زندگیشون و راهی هم برای رسیدن به برنامه هاشون ما جلوشون نمیذاریم. اینا بحثای دقیقیه. بعد میفرماد که حالا وقد نزل علیکم فی الکتاب، ما قبلا در کتاب گفتیم که اگه تفسیر نگاه کنید این آیه که داریم میخونیم آیه 140 سوره نساء است، در آیه 68 سوره انعام این بحثا کرده است، اما حالا اشاره میکنه قد نزل علیکم الکتاب، نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، وقتی که رفتین نشستین تعالو این منافقا دیدین که دارن مسخره میکنن آیات قرآن را، بلند شید تعالوشون نشینید، نشینید دم به دمشون بدید، نشینید تایید کنید. بس دو تا نکته تو دل این خوابیده، یکی اینکه فرهنگ نفاق فرهنگ مسخره کرد، آقا اینم جنگ دون، اینم جنگ دون، اینم بسیجیا دون، از این حرفا برای من نزن، اینا دوره گذشت، دوره تقوا گذشت، اینا رو میگن، میگه نشین فلوش. بعد میگه چه این نکم ازن مثل، اگه نشستی فلوش دم به دمش دادی مثل اونا. قبلش گفت چی؟ بشر منافقین به ان لهم عذابن علیما، میگه مثل اونا. هیبت و دقت و شجاعت و حساسیت دینی باشه، چون آیه گفت چی؟ نشین پهلوشون تا موضوع رو عوض کنن، موضوع رو که عوض کردن یه موضوع الهی عوض کردن بشین، یعنی قهرم بنا نیست بکنه، چون ما میخوایم فعالیت فرهنگی بکنیم، فعالیت فرهنگی که با قهر جور در نمیاد. بعد جنبندی میگه بپا، اگه نشستی فضای غیر معنوی درست کردن به هر دلیلی، ممکنه بگن همه همینجور که ما فکر میکنن فکر میکنن، خب همه به خود میکنن، دروغ میگه دا، اما همیشه نمیشه. یکی از کار نفاق اینه که بیاد هیبت انحراف رو زیاد کنه تا حب احساس تنهایی بکنه، اینجوری نیست، اصلا با این اشل ما زندگی نمیکنیم، ما با اشل این که حق حق است باطل باطل است. میفرماد حواست باشه چون این باطل است پهلوشون نشین، اگه بشینی مثل اونا ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. خب یه پس بحث نرد. بعد میگه که اینا را مواظب باش، اینا یه خصوصیاتی دارن، الذین منافقین یتربصون بکم، اینا منتظرن شما ظاهر شید، فا این کان لکم فتح من الله، حالا
منتظرن زایش. یا حالا اتفاقا موفق میشین یا شکست میخورین. قرارش هم همین است، یا موفق باشین تو جریاناتون تو برنامه‌تون یا شکست بخورین. شکست های موقت نه، کلان قضیه طمع اون چه که شما آرزو نیست بهش میرسید، اما بالا پایین داره. فئن لکم فئن کان لکم فتح من الله، اگه یه پیروزی براتون اومد قالو علم نکن نکن معکم، میگن که ما هم که با شما بودیم. بابا ما با شما بودیم، مگه اونجا ما هم بودیم؟ ما هم تو جبهه بودیم آقا، اینم سندش. و این کان للکافرین نصیبون، حالا اگه یه چیزی یه چیزکی نصیبون تنمیل اینجا ما یه چیزکی گیره کافرها اومد، حالا علم نست قالو علم نستحوز علیکم، آیا ما کمک شما نکردیم ای کفار؟ و نمنعکم من المؤمنین، گفتیم آقا نمیخواد بریم سراغ این مؤمنین. یا خودشون همچه آدم های جالب میشن، ما به کار میان سر کفار، حالا که جبهه بیدینا پیروز شده میگن آقا ما کردیم، ما کمک کردیم که شما پیروز شدید. دیگه چی؟ ما تلاش کردیم شما نرین طرف این حزب الله، ما هم مواظبتون بودیم که مثلا طرفدار امام نباشید. بعد میفرماد اینجوری باشید، این آخر آیه من شما رو نجات بده. فالله یحکم بینکم یوم القیامه، میگه خب همینه دیگه، یه روز پیروزی با شماست، پیروزی های کاربردی ما بهش میکن، یه روز با اونا، اما شما باید مواظب باشین خدا که حکم کنه چطوری حکم میکنه. من یه بار به یکی از دوستان گفتم، گفتم من اصلا کار ندارم این خطیه یا اون خطیه، من سوالم اینه اگه الان برزخ باشه فکر میکنی این بنده خدا که تو اینقدر داری بعدشم میگوی با اون که طرف دارشی تو برزخ کدوم رو سفید تره؟ خب اصلا این آیه این خیلی مناکه خوبیه، آخر این آیه خیلی عالیه، میگه اما شما اینو بدونی، چون این فرهنگ کف همیشه با گرایش به حاکمیت غیر دینی شکل میگیره. برای همین این آیه مشهور این آیه دیگه، ولن جمع ادامه آیه است، آیه 141، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، میگه اما اینو شما بدانید 1600 سال شما تجربه کرده که خدا بنا رو نگذاشته که بر مؤمنا کافرا حکومت کنن. خب حالا اگه حکومت کردن مؤمنا مؤمن نیستن، اگه مؤمنا واقعا علاقمند باشن بگن که مرگ بر شاه رو من و شما کشتیم، انصافا من و شما زور داشتیم شاه رو بیرون کنیم، همه ملت ایران که جمع شدن دیدیم که شاه رو ملت ایران بیرون نکردن، خودش را طبقه این آیه رفت، بگو گفتن که بگو مرگ بر شاه، ما میبریمش، تو نخوا شاه را، تو شاه را نخوا، تو حاکمیت غیر خدا را نخوا، با تمام تجهیزات و حزبا با رادیو بیگانه رسواشون میکنی. میگه ما یه همچی قاعده گذاشتیم این آیه، میدونی که خیلی بحث است، یک بحث خیلی مهمه، بحثای نفی طبیل به این آیه میگن دیگه. میفرماد که پس نگاه منافقانه باعث میشه که انسان گرایش پیدا کند به عزت منفی، و شما بدانید این چهره چهره ایست که محیط دونا آلوده میکنه. شما دو تا کد محکم دارین، یک فالله یحکم بینکم یوم القیامه، ملا کدیم باشد روز قیامت روسیا نشی، دو خدا برنامه خودش نیست که کفار بر شما حکومت کنن، شما به پای از این نیروی الهی و اراده الهی خودتون خارج نکنی. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف و محبت قرآن و محبت و معرفت اهل البیت قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را برای همه ما به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت قلمداد بفرما.
الهی پروردگارا، این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را توفیق سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.